اسرائیل بامداد امروز چهارشنبه به فرودگاه حلب حمله موشکی کرده. خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده اسرائیل از شرق مدیترانه فرودگاه حلب رو هدف قرار داده. به گفته سانا این حمله خسارتهایی رو به فرودگاه حلب وارد کرده. دیدبان حقوق بشر سوریه میگه هدف حمله اسرائیل انبار تسلیحات شبه نظامیان کارگزار حکومت ایران بوده. به گفته این نهاد ناظر بر تحولات سوریه انبارهای تسلیحات این گروه‌های شبه نظامی در این حمله نابود شده‌اند. تا کنون گزارشی از تلفات این حملات منتشر نشده، اما گویا فعالیت فرودگاه حلب پس از این حمله متوقف شده. فرودگاه‌های حلب و دمشق در چند سال گذشته بارها هدف حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفتند. اسرائیل و مخالفان حکومت سوریه جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از فرودگاه و هواپیماهای غیر نظامی برای انتقال تسلیحات نظامی به سوریه استفاده می‌کنه. چند ساعت پیش از این حمله کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای در دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرد. به گفته رسانه‌های دو کشور بشار اسد و کمال خرازی در مورد روابط تهران دمشق و تحولات اخیر منطقه از جمله توافق ایران و عربستان برای عادی سازی روابط رایزنی کردند. تحولات جدید روابط سوریه با کشورهای منطقه هم از محورهای گفتگوی کمال خرازی و بشار اسد بوده. بسیاری از کشورهای عرب منطقه پس از سرکوب مخالفان و شروع جنگ داخلی در سوریه از سالهای 2011 و 2012 روابط خودشون رو با سوریه قطع کردند. پس از زلزله ویرانگر بهمن ماه در سوریه شماری از مقامات کشورهای منطقه به سوریه سفر کردند و برای از سرگیری روابط با حکومت بشار اسد تا حدودی اعلام آمادگی کردند. آمریکا مخالف عادی سازی روابط با حکومت سوریه و خواهان یک راه حل سیاسی برای پایان دادن به بیش از یک دهه جنگ داخلی در این کشوره. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.